خانم آقایان سلام امروز افتخار میزبانی از یکی از بازیگران نام آشنای کشورمو دارم که ماشاءالله به هر, ن... هر کدوم از نقشاشون اشاره کنم کلی خاطره داریم استاد داریوش ارجمند سلام استاد خیلی خوش اومدین سلام عرض میکنم خیلی ممنونم از اینکه خیلی لطف کردین تشریف در خدمتتون هستم این ایام رو هم تسلیت و تعزیت میگم خدمت مردم بزرگ ایران و مسلمان های همه جا اساسا حالا دو تا نظریه هست میگن بازیگر نباید در مورد مسائل مختلف غیر از هنر صحبت کنه یه میگن نه اصلا وظیفه بازیگر صحبت کنه نظر شما به عنوان پیش این رشته چیه؟ بنده این حرف رو در مجله دنیای تصویر در زمان حیات مرحوم علی معلم که در این ماه آرزو میکنم که جاش در بهشت باشه چون انسان پاکیزه تمیزی بود و سینما بدون پشت شد بعد از مرگ حالا البته خانومش و پسر بزرگوارش دارن اداره میکنن من در مصاحبه با او گفتم گفتم آقا من یک انسانم همه چیز این جهان به من مربوطه هیچ کس به من نمیگه این به تو مربوط نیست نمیتونه بگه من انسانم من رو این کره زمین حق حیات دارم و چون اینجا حق حیات دارم همه چیش به من مربوطه آبش، هواش، زندگیش، خاکش، وطنش همه چیش به من مربوطه یعنی چی به من مربوط نیست به من مربوط نیست والا خاله قمره به من مربوط نیست من دایه هنرمندی دارم مگه میشه چیزی به هنرمن مربوط نبشه؟ هنرمند مربوط نباشه هنرمند پادزهر جهل و نفرته مگه میشه چیزی به من مربوطه و چی به من مربوطه دزدی به من مربوط نیست این مملکت باش جنایت مربوط نیست این من باش سیاست به من مربوط نیست باش چی به من مربوطه پس پس چی به من مربوطه آقا همه چی به من مربوطه من انسانم چیزی که مربوط نیست مال اون اسب اساریه که دور خودش میچرخه چشمند اینجوری هم براش زدن توجه کردی مال اونه من من نه من آدم آزاده من چشمندام رها کردم سی سد و شست درجه دورمو میبینم به هر چی که میبینم چون این حرف من زدن آقا تو به فوتبال شد آقا فوتبال به من مربوطه من تماشا چیه فوتبالم چطور به من مربوط نیست کشتی به من مربوطه واسه کی کشتی میگیری واسه کی فوتبال بازی کنی واسه کی موعظه میکنی تو مسجد واسه من من انسانم پس به من مربوطه همه چیز به من مربوطه به دلیل اینکه همه ما مسئولیم کلهم هم را کل هم مسئول پس وقتی مسئولم به من مربوطه من وقتی مسئولیت ندارم به من مربوط نیست آدم بی مسئول میگه به من چه مربوطه این پول از کجا آورده از هر جا آورده من پولم رو بگیرم بازیم بکنم میکنم مردشورا این می حرفو نمیزنن بنابراین نه من اینا قبول ندارم که تو هنر ای چی کار داری مثلا راجع شطرنج حرف میزنی یعنی چی پس این بچهای های که واقعا دوست شطرنج قوی اینا باید راه کنن پینگ پونگ بلدن رها کنن همه چون بعد از فیلم میرن فوتبال چیز بازی فوتسالونی بازی میکنن فوتبال سالونی بازی میکن فوتسال بازی میکنن خب باید بگم به تو چه مربوطه لازم نیست بری شلوار دارن کفش دارن فلان دارن جدی دعوا میکنن داوری رزی به چالش میکشن یعنی چی این حرف آقا اینا یعنی چی برید آقا نگاه کنید ببینید که در میان اون خارجی همین آقای آنتونی کوین که ایرانی ها خیلی دوستش دارن کارشناس هنر ایرلنده مجسم ساز نقاشه اون موریتنسن که توی چیز بازی کرده اون شاعر نویسنده از نقاشه توی قرارهای شرقی بازی کرده اصلا آقا نمیشه هنرمند نمیتونه با یه بال بپره امکان نداره یعنی سقوط میکنه دو تا بال میخواد حالا این بال ممکنه اعتقاد ایمانی دینیش باشه این بال میتونه یک هنر دیگه ای باشه که اگه هر چی باشه باید وابسته به اعتقاداتش باشه یعنی هنرمند باید باید من ببین تاکید میکنم باید مسلح و مزین به بارقه ای از انوار الهی باشد ولا زر مفت میزنه تمام قرمتون برم استاد سوال پایانی من تو پشت صحنه صحبت میکردیم یا مثلا صحبت اگر دوستان شنیده بودم عرق خاصی انگار به نویسنده سریال ستایش دارین چرا؟ برای اینکه بهترینه بشینین دقت کنید. ببینید این سریال برخی از جملاتش برخی از صحنه هاش ضرب شده تو وردو رفته تو موبایلا میان به من نشون میدن میگن آقا ببین اینجا چی گفتی آقا ببین اونجا چی گفتی و اینو به شما بگم آقای سعید مطلبی استاد من که واقعا یکی از بی‌نظیرترین آدمایی است که من دیدم در همه زمینه ها این آدم انقدر زندگی کرده چون شما تا زندگی نکنی نمیتونی تو هنر قوتور بشی باید در دریای زندگی شناور عجیبی باشی تا بتونی بنویسی بازی کنی بخونی حرف بزنی همه هنرمندان بزرگ ما اینجوری هستن مثل آقای مطلبی آقای مطلبی نزدیک به 60 ساله داره در این سینما کار میکنه شاید در 18 19 سالگی اولین فیلمش رو ساخته کوچه مردها که پرفروش ترین بوده در زمان خود زبان فارسی رو به زیبایی میدونه حقوق رو به شدت وارده چون اصلا این کار است حقوقدانه و سینما رو هم انقدر تجربه کرده که دیگه اوستاست تو این قضیه خب من چرا باید من موقعی که متن رو میده دست من میخونم میگم واقعا مگر کور باشی کر باشی لال باشی نتونی این نقش بازی کنی خوب بازیش کنی چیزی که می... آقا شما تو همین سریال نگاه کنیم این کی داره بد بازی میکنه اینا همه هنرپیشه درجه یک هن؟ دومین سومین اولین کارشونه ولی فوق العاده همین آقای سلوکی رو شما سه تا دیگه داری سریال ازش میبینید ببین چه کار میکنه تو این سریال یا خانم فریبا نادری که اولین کار بلند چیزشه فوق اینا یا نجفی یا بقیه همه آتش تقیپور همشون خانم نرگس محمدی اینا متاسفانه خب یه خورده تو سرزمین ما که البته اینم طبیعیه هنرمند اگه حاسد نداشته باشه اصلا بی خودیه باید به حسادت کنن وقتی بهش حسادت میکنن تو درشتیش متوجه میشی اینه که من از این که بد میگن یا نقد میکنن یا مطلق میگن یا اینه اصلا نمیرنجم در هیچ وقت هیچ زمینی برای اینکه من میگم هنرمند میاد در مقابل دوربین خودش رو برهنه میکنه ذهنش رو میتکنه واسه اینکه مردم ببینند نباید بدش بیاد اگر بدشون اومد نباید خیلی هم خوشش بیاد اگه خوشش اومد این دستور دینی ما هم هست میگه هرگز از غمی که بهتون میرسه انقدر پریشان نشید و از خوشی که بهتون میرسه انقدر احساس خوش لذت نکنید یک راه میانه رو بگن علی ابن ابی میگه خب ما اینا رو داریم توی آموزه های دینیمون و من امیدوارم که روزی برسه که ما در تعیید انسانیت در تعیید یکدیگر اگر درست هستیم بکوشیم نه در نقد یکدیگر ویرانگری یکدیگر آسیب زدن به هم دیگه این آرزوی منه برای هنر برای اینکه من میگم هنر پادزهره جهل و نفرت و بخش پایانی من رو این برم این خانواده که دارن هرس میخورن پول حشمت فردوس خورده شده حداقل نوید دار میدیم بهشون <تصفح> هیچ نویده نمیدم میدونی چرا چون من به اصول تلویزیون پاوردم ما یک سال یک سال و نیم حالا برای این قصه که هشت سال زحمت کشیدیم حالا من بیام تو یه جمله بگم آخرش اینجوری میشه دیدین بعضی میان تا نشستی رفته فیلم دیدم که حیف که آخرش میمیره دیدی اصلا نمیذاره لذت فیلمو ببری همین دیروز که اومد به هم گفت آخر آخره فردوس آخرش چی میشه گفتم که خیلی طول داره تا بفهمی باید صبر کنی یه چیزی که به شما یاد میده سریال تلویزیون حالا که روزی چهار دفعه پخش میکنن من با اینم مخالفم آقا هفته یه دفعه باید اینو پخش کنی آره جذابیتش بیشتره انتظار خوبه اینه که انتظار خیلی چیز مقدسیه آدم و باسه لحظات بعد آماده میکنه اینه که آره من فکر میکنم آقای مطلبی آدم بزرگیه و اینقدر خوب مینویسه که نمیشه بعد بازی کرد استاد خستتون نکردیم امروز جسارت کردیم شما لطف کردین در محل کارتون به ما فرصتی دادین اگر صحبتی بوده که من نپرسیده باشم و دوست در موردش گپ بزنیم خوشحال میشیم از زبان شما بشنم خب انقدر صحبت ها هست که نه شما گفتی نه خیلی های دیگه گفتن و منم دلم مقاد راجع به همهشون گپ بزنم منتها فرصتی نیست جایی نیست که اینو بگم گفت اگر گویم زبان سوزد و پنهان کنم ترسم که مغز استخوان سوزد نه خدایا به همه مردم ما سعی صدر بده این شهر. این شهر. خدایا این مشکلات اقتصادی رو از دامن مملکت ما برچین که خیلی از مشکلات اخلاقی اجتماعی سیاسی خانوادگی رفاقتی که ما داریم واقعا ریشش این مشکلات اقتصادی است و امیدوارم که این هر چه زودتر به برکت همین ماه عزیز از میان برداشته بشه سپاس از شما خیلی لطف کردین از شما بینندگان عزیز که ما رو در این برنامه همراهی کردین بی‌نهایت سپاسگزارم تا یک برنامه دیگر خدا نگهدار